سلام، به کانال خودتون یعنی کانال جنایگرام خوش اومدین. پرونده امروز در مورد قتل شهروند افغان توی ایرانه. با ما همراه باشین تا راز این جنایت هم براتون فاش کنم. شامگاه سوم بهمن سال 1400 بود که به پاسپورت جنایی تهران خبر رسید یه پسر جوان توی یه درگیری به قتل رسیده. بعد اعلام خبر، پاسپورت جنایی و کارگاه‌های اداره آگاهی خودشونو به محل این جنایت که حوالی 4 سیروس بود رسوندن و تحقیقات خودشونو شروع کردن. بررسی اولیه نشون میداد مقتول اهل کشور افغانستان بود و با 10 ضربه هولناک چاقو به قتل رسیده. اونجوری که مشخص بود، قاتل بعد این دعوای وحشتناک خیلی سریع از اونجا فرار کرده بود. دوست مقتول که هنوز توی محل جنایت بود میگفت سجاد یکی از دوستای خیلی خوب و قدیمی بود. از وقتی فهمیده بود دارم برمیگردم افغانستان، واسم یه مهمونی گرفته بود و امشب چند تا از دوستامونم دعوت کرده بود خونه‌اش. امشب وقتی من و دوستام رسیدیم خونه سجاد، بهم گفت یه مقدار خرید داره و میره بیرون و زود میاد. ما هم دیدیم داره تنهایی میره، بهش گفتیم ما هم باد میاد. از خونه که اومدیم بیرون و چند قدمی رفتیم یهو یه موتوری با سرعت خیلی زیاد از بغلمون رد شد و داشت میزد بهمون. سجاد یهو داد زد این چه وضع رانندگیه. راننده موتور با شنیدن داد سجاد ترمز کرد و دور زد اومد سمت ما. وقتی رسید گفت کدومتون داد زدین؟ ما هم همه شروع کردیم اعتراض کردن که این چه وضع رانندگیه. ولی راننده موتور که هیکل خیلی درشتی هم داشت، علاوه بر این که داشت زیرمون میکرد، طلبکارم ازمون بود. سجاد یهو گفت من داد زدم. تا اینو گفت دعواشون شروع شد. ما سری از هم جداشون کردیم و فکر کردیم که دعوا تموم شده. ولی انگار شروع ماجرا بود. مرد موتور سوار موتورش شد و رفت. ولی بعد 2-3 دقیقه با یه چاقوی بزرگ برگشت. ما تا به خودمون اومدیم، دیدیم اولی ضربه چاقو رو به سجاد زد. به خاطر هیکل درشتش ما واقعا حریفش نبودیم و توی دعوا 10 ضربه چاقو به سجاد زد و سریع هم از اونجا فرار کرد. بعد اینکه قاتل فرار کرد، ما سریع با اورژانس تماس گرفتیم. ولی فایده ای نداشت و قبل اینکه اورژانس برسه سجاد تو همون خیابون تموم کرد. با صحبت‌های دوست سجاد، مشخصات موتور قاتل از شاهدای این صحنه گرفته شد. با بررسی پلاک موتور مشخص شد صاحب موتور یه پسر 28 ساله به اسم مرتضی است که خونه‌شون هم با محل حادثه یک کوچه فاصله داره. خیلی زود تیمی از مامورای آگاهی راهی خونه مرتضی شدن. ولی خانواده‌اش میگفتن بعد اینکه چند ساعت پیش با عجله اومد خونه و دوباره رفت، دیگه ازش خبری ندارن. اطلاعات هویتی قاتل به تمام واحدهای گشتی اعلام شد و تحت تعقیب پلیس قرار گرفت. با این حال حدود 5 ماه مرتضی خبری نبود و تلاش مامورا برای دستگیریش بیفایده بود. ولی بالاخره بعد 5 ماه و ردزنی‌های تخصصی مامورای آگاهی، 27 تیر سال 1402 مخفیگاه مرتضی توی جنوب تهران شناسایی شد و توی عملیات ضربتی دستگیر شد. مرتضی به اداره آگاهی منتقل شد و پشت میز بازجویی نشست. مرتضی در حالی که به شدت مضطرب بود و دست و پاش می‌لرزید با گریه گفت به خاطر این فراری شده که از زندان رفتن ترس داشته و میترسیده زندانی ها اذیتش کنن. مرتضی میگفت کاش میشد زندان نرم و توی بازداشتگاه پلیس دادسرا زندانی باشم، چون از زندان و تبهکارهایی که توشن خیلی میترسم. میترسم سرنوشتم بشه مثل وحید مرادی. اون با اینکه واسه خودش گندلات بود، بازم توی زندان دووم نیورد و کشته شد. اون وقت من چجوری جلوی اونو از خودم محافظت کنم؟ از طرفی میترسم فامیلای مقتولم توی زندان باشن و اذیتم کنن. روز حادثه اصلا حالم خوب نبود. هم قرص خورده بودم، هم مشروب مصرف کرده بودم. اون شب وقتی با موتور از جلوی مقتول دوستش رد شدم، شروع کردم به این فحاشی کردن. منم با فحششون عصبانی شدم و برگشتم سراغشون. اونا 5 نفر بودن و من تک بودم. باهاشون یه ذره بگو مگو کردم و بالاخره با سجاد درگیر شدم. چون اونا 5 نفر بودن، زورم بهشون نمی‌رسید. واسه همین رفتم خونه و از خونه چاقو برداشتم و دوباره برگشتم. مقتول دوستاشم چوب دستشون بود و با چوب حمله کردن سمت من. من توی اون گیرودار فقط چاقو رو پرت میکردم سمتشون. وقتی به خودم اومدم دیدم 10 ضربه چاقو به مقتول زدم و افتاده زمین. وقتی این صحنه رو دیدم سری سوار موتور شدم و از اونجا فرار کردم. حتی دیگه خونه هم برنگشتم. 2 روز اول حالم خیلی بد بود و خونه یکی از دوستان بودم. بعد اون فرار کردم، رفتم یکی از شهرهای جنوبی ایران و اونجا مشغول به کار شدم.
میخواستم پول دیه رو جور کنم و بفرستم واسه پدرم که بتونه واسم رضایت بگیره. من تو کار نصب کولرگازی بودم و تونستم توی این 5 ماه نزدیک 70 میلیون پس انداز کنم. فکر میکردم آبا از آسیاب افتاده. واسه همین چند روز پیش برگشتم تهران و گفتم این چند وقتم تهران کار میکنم تا باقی پول دیه رو جور کنم. میخواستم بعد جور کردن پول دیه برم استرالیا و یه زندگی جدید اونجا شروع کنم. ولی فقط 2 روز از برگشتنم گذشته بود که یهو پلیس ریخت توی خونه یکی از دوستام که اونجا مخفی شده بودم و همونجا دستگیرم کردن. بعد اعترافای مرتضی دیروز به صحنه جنایتم برده شد و قتل سجاد رو بازسازی کرد. بعد این کارم تا روز دادگاه راهی زندان شد. بعد قتل سجاد پدر مادرشم راهی تهران شده بودن و هم مرتضی شکایت کرده بودن. با خبر دستگیری مرتضی اونا هم اعلام کردن که درخواستشون فقط قصاص متهمه. برای همین پرونده مرتضی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و قراره به زودی توی دادگاه محاکمه شه. با ما همراه باشین چون فردا با یه پرونده جدید برمیگردیم. یادتونم نره اگه به این سبک ویدیوها علاقه دارین حتما ویدیوی ما رو لایک کنین. پس تا فردا بررسی یه پرونده جدید حتما مواظب خودتون باشین.